سرخط خبرها. افزایش شمار جانباختگان انفجار بیروت به 200 نفر. دو وزیر دیگر استعفا کردند. توقیف روزنامه جهان صنعت در پی نقل قولی جنجالی از مهندسی آمار کرونا. همزمان گزارش‌ها از ابتلای عده‌ای در زندان اوین حکایت دارد. واکنش ایران به درخواست شورای همکاری خلیج فارس از سازمان ملل. تهران میگوید تمدید تحریم تسلیحاتی نظر همه اعضای شورا نیست. و پیروزی کارزار نجات مالدیو در برابر ساخت و ساز توریستی. سلام، عصرتون بخیر. بحران در لبنان کماکان ادامه دارد. وزرای دادگستری و دارایی این کشور امروز استعفا کردند. پیش از آنها هم دو وزیر دیگر به دنبال انفجار هفته پیش در بیروت و نارضایتی گسترده مردم کنارگیری کرده بودند. معترضان خواهان استعفای همه رهبران لبنان شدند. به گفته فرماندار بیروت، تعداد کشته های انفجار مهیب بیروت حالا از 200 نفر هم گذشته. کسری ناجی از تازه ترین تحولات گزارش می‌دهد. نیروهای پلیس و ارتش لبنان زیر فشار معترضان که دیگر صبرشان به سر رسیده از بی‌کفایتی و فساد حکومتی. بخش مهمی از مردم لبنان میگویند همه رهبران کشور باید بروند. این مرد میگوید ما هر روز به خیابان‌ها خواهیم آمد بدون توجه به هر چیز دیگری تا وقتی که تمام حکومت استعفا بدهد. نه فقط رئیس پارلمان یا پارلمان یا نخست وزیر یا رئیس جمهوری، همه باید بروند. او میگوید ما کسانی را میخواهیم که مستقل باشند. حالا یک وزیر دیگر استعفا داده، همین خانم وزیری که در میان جمعیت با اعتراضهای مردم روبروست. او را اینجا مردم روز پنجشنبه با آب و بطری‌های پلاستیکی بدرقه کردند. ماری کلود نجم وزیر دادگستری چهارمین وزیر کابینه است که در پی انفجار روز سه‌شنبه و اوج گرفتن نارضایتی‌های گسترده در کشور استعفا می‌دهد. گزارش‌هایی هست که کل وزیران کابینه ممکن است بخواهند استعفا بدهند و از جمله حسن دیاب نخست وزیر دولتی که تنها حدود 6 ماه است که روی کار است. گزارش شده است که چند نفر از نمایندگان پارلمان هم که ساختمان آن در انفجار هفته پیش صدمه دید استعفا کردند تا راه را به گفته خودشان برای انتخاباتی زودرس باز کنند. در حالی که بحران سیاسی و خلأ قدرت در بیروت عمیق‌تر می‌شود، رئیس جمهوری فرانسه توانسته از قول حدود جمعاً 300 میلیون دلار را برای کمک‌های فوری به لبنان از کشورهای مختلف بگیرد. در این کنفرانس مجازی دیروز مبلغی برای کمک‌های فوری مثل کمک‌های پزشکی، توزیع غذا، اسکان اضطراری و جلوگیری از شیوع و گسترش بیشتر ویروس کرونا در این شرایط بحرانی. در همین حال تلاش برای یافتن اجساد بیشتر ادامه دارد. فرماندار بیروت گفته است که تاکنون دست کم 200 نفر در انفجار روز سه‌شنبه کشته شدند. کسری‌نجی، بی بی سی. پیشتر از نفیسه کوهنورد خبرنگارمان در بیروت پرسیدم که آیا استعفای امروز وزرای دادگستری و دارایی معترضان را راضی می‌کند؟ نه رعنا، همین الان هم معترضا دارن تقریبا میرن به سمت سرای حکومی یا مقر دولت. هیچ استعفایی به نظر میاد که خیلی معترضها را راضی نخواهد کرد، گرچه از نگاه اونها شاید یک بخشش موفقیت محسوب بشه به خاطر فشاری که دارن میارن، اما این استعفاها قبلا هم اتفاق افتاده و در نهایت باز هم همین وضعیت ادامه پیدا کرده در بیروت به در لبنان از نگاه معترضها، و اونها میخوان یک تغییرات ریشه‌ای بشه، تغییرات ریشه‌ای که در کل نظام، کل سیستم اتفاق بیفته. همین آقای حسن دیاب وقتی که بر سر کار اومد، به عنوان فردی بر سر کار اومد که تکنوکرات، تیمش تکنوکرات، چیزی که لبنانی‌ها
گفته میشد میخوان، معترض ها میخوان، افرادی که وابسته به احزاب نباشن، اما باز هم به نوعی هر کدوم از کسانی که سر کار اومدن از جمله خود آقای حسان دیاب وابستگی هایی به احزاب از جمله حزب الله داشت و از طرف اونها حمایت میشد. این چیزیه که معترض ها نمیخوان. علاوه بر این که واقعا در چند روز گذشته هم این رو مدام گفتم، ولی فکر میکنم هر چقدر بگیم تعریف این خشمی که اینجا هست نخواهد بود. وقتی از مردم میپرسم براتون مهم هست که کسی استعفا بده، براتون مهم هست که کمک های بین المللی باشه، میگن بعد از اینکه دیگه این ویرانی اتفاق افتاده دیگه هیچ چیزی مهم نیست. اینها امروز هم استعفا بدن، فردا مشابه همونها قرار بیان سر کار. تا زمانی که یک نظارت بین المللی بر روی انتخابات نباشه، تا زمانی که افرادی که هیچ وابستگی به هیچ حزبی، به هیچ گروهی که تا الان سر کار هستن بر سر کار نباشن، نتونن در انتخابات شرکت بکنن، این راضی نخواهند شد این معترضا. نفیس، گزارش های منتشر شده مبنی بر اینکه بقیه اعضای دیگر کابینه هم ممکنه استعفا کنن، از جمله خود آقای دیاب نخست وزیر. امروز قرار چه اتفاقی بیفته؟ آیا مشخص هست که این خبرها کی احتمال داره تایید بشه؟ فکر میکنم تا نیم ساعت دیگه بهتر بدونیم، به خاطر اینکه همین الان نشست برگزار داره میشه در داخل ساختمان دولت، جایی که مقابلش هم تظاهر کننده ها دارن جمع میشن، فراخوان داده بودن از قبلش و انتظار میره که به زودی اعلام بشه و بدونیم که استعفا خواهند داد یا نه. اما به هر حال به رسانه ها درس کرده بود، از روز گذشته هم میشد شنید نجواهایی در مورد اینکه ممکنه یاد استعفای دست جمعی باشه یا اول نخست وزیر اعلام بکنه بعد از اینکه چند وزیرش استعفا دادن، و حداقل 7 وزیر انتظار میرفت که استعفا بدن، تا الان 5 تاش معلوم شده، 2 تای دیگه هم اضافه بشه. عملا میشه گفت که دیگه دولت رو به سقوط خواهد رفت و انتظار میره واقعا آقای دیاب هم استعفا بده. چند خبر کوتاه. رئیس کل بیمه مرکزی ایران میگوید غرامت هواپیمای خطوط هوایی اوکراین که 7 ماه پیش توسط سپاه پاسداران در آسمان تهران ساقط شد باید توسط شرکت‌های بیمه اروپایی پرداخت شود. به گفته غلامرضا سلیمانی چو این هواپیما تحت پوشش شرکت‌های ایرانی نبوده، شرکت‌هایی که آن را در اوکراین بیمه کرده اند باید خسارت را پرداخت بکنند. وزیر امور خارجه ایران هفته پیش از آمادگی ایران برای پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان خبر داد. روابط عمومی پادگان کوهک متعلق به نیروی دریایی ارتش ایران در واکنش به گفته‌های اخیر رئیس بنیاد مستضعفان درباره اراضی این پادگان گفته این مکان از پیش از انقلاب در اختیار این نیرو بوده و بعد از انقلاب هم به عنوان ستاد فرماندهی از آن بهره برداری شده. پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان در یک برنامه تلویزیونی نام تعدادی از اشخاص و نهادهای حکومتی و نظامی را برشمرد که به گفته او املاک عمومی را تصرف کردند و حاضر نیستند آنها را تخلیه کنند. مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران اعلام کرد مادران ایرانی دارای همسر خارجی می توانند برای دریافت شناسنامه برای فرزندانشان ثبت نام کنند. منصور حاجی گفته روند ثبت نام از طریق سامانه اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی در وزارت کشور آغاز شده. متقاضیان پس از طی مراحل لازم برای دریافت شناسنامه به اداره های ثبت احوال محلی معرفی می شوند. در حالی که منابع مختلف آمار متفاوتی از ابعاد شیوع کرونا در ایران منتشر می‌کنند، یک نقل قول در روزنامه جهان صنعت از شخصی که عضو ستاد مقابله با کرونا و اپیدمیولوژیست معرفی شده بود باعث توقیف این روزنامه شد. او به این روزنامه گفته بود یک ماه قبل از اعلام رسمی ظهور کرونا در ایران اولین بیمار مبتلا مشاهده شد، ولی آن زمان دولت به دلایل سیاسی و امنیتی پنهانکاری کرد و بعد از آن هم به مهندسی آمار مبتلایان و قربانیان کرونا پرداخت. در خبر دیگر گزارش شده که عده‌ای از زندانیان در زندان اوین تهران به کرونا مبتلا شدند. فرین ناصمی گزارش می‌دهد.
روزنامه جهان صنعت چاپ تهران با حکم هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. این روزنامه در شماره دیروز خود مصاحبه‌ای با محمد رضا محبوب‌فر منتشر و او را عضو ستاد مقابله با کرونا معرفی کرد. آقای محبوب‌فر در این مصاحبه آمار دولتی مبتلایان و جانباختگان کرونا را غیر قابل اعتماد خوانده و گفته بود 1/20 آمار واقعی است. مقام‌های دولتی تا به حال آمار مختلفی از ابتلا به کرونا ارائه کردند. در تازه‌ترین مورد، رئیس مرکز تحقیقات انستیتو پاستور گفته بر اساس تحقیقات وزارت بهداشت، حدود 20-25% مردم ایران به کرونا مبتلا شدند. بر اساس آمار وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 2132 نفر مبتلا به کرونا شناسایی شدند. همچنین 189 نفر جان خود را از دست دادند. پیشتر یافته‌های BBC فارسی نشان داده بود که آمار واقعی مجموع مبتلایان قطعی و احتمالی نزدیک 3 برابر آمار رسمی است. نگرانی از سرایت کرونا در زندان اوین هم شدت گرفته. فعالان حقوق بشر از ابتلای عده‌ای از زندانیان به کرونا خبر دادند. وبسایت اتحادیه کارگران آزاد گزارش داده که جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیئت مدیره این اتحادیه، اسماعیل عبدی، عضو کانون صنفی معلمان، امیر سالار داوودی، وکیل، و مجید آذرپی و محمد داوودی از جمله زندانیانی هستند که به کرونا مبتلا شدند. پیش از این هم نرگس محمدی از ابتلای خود به کرونا در زندان زنجان و بی‌توجهی مسئولان به بیماریش خبر داده بود. سازمان عفو بین‌الملل 10 روز پیش بعضی از مکاتبات سازمان زندان‌های ایران با مقام‌های وزارت بهداشت را منتشر و فاش کرد که دولت ایران به زندان‌ها تجهیزات، دارو و لوازم پزشکی نفرستاده. مطمئن باشد ما تک تک دارطلبان را مثل بچه‌های خودمون نگران سلامتشون هستیم. پاسخ وزیر علوم به نگرانی‌های گسترده داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها و خانواده‌هایشان. چیزی حدود 400 هزار نفر صندلی و محل کدرشته رو دانشگاه‌های دولتی می‌توانند از طریق بدون آزمون پذیرش بکنند که میشه 20% دوره‌های روزانه. 45% دوره‌های نوبت دوم که قبلا معروف به شبانه بود از این طریق پذیرش میشه. بالای 98% از ظرفیت دانشگاه‌های غیر دولتی و دانشگاه آزاد از طریق بدون آزمون پذیرش میشه. او گفته در کنکور دکتری 85% و در کنکور کارشناسی ارشد 91% پروتکل‌های بهداشتی رعایت شده. اما حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته که بر اساس بررسی‌های میدانی و شواهد عینی پروتکل‌های بهداشتی در کنکور کارشناسی ارشد و آزمون دستیاری پزشکی انجام نشده و او به شدت نگران سلامت داوطلبان کنکور سراسری است. نزدیک شدن به زمان برگزاری کنکور سراسری و عزاداری‌های محرم بسیاری از مردم را نگران کرده. جمعی از پزشکان و کادر درمانی ایران در نامه‌ای به مراجع تقلید و حوزه‌های علمیه از آنها خواستند که امسال به دلیل شیوع کرونا مجالس عزاداری برگزار نکنند. دولت برگزاری عزاداری را با رعایت پروتکل‌های مجاز اعلام کرده، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که تعیین این پروتکل‌ها نمی‌تواند جلوی گسترش کرونا را بگیرد. فرین هاشمی، BBC. مهدیه گلرو، فعال حقوق بشر از سندیکن سوئد با ما هستند. خانم گلرو، خوش آمدید به برنامه. در ابتدا میشه یک تصویر کلی از وضعیت زندان‌های ایران در دوران کرونا به ما بدید؟ گفته میشه که خیلی از کسانی که به مرخصی اومدند برگشتند به زندان، درسته؟ بله، خب میزان و فاجعه سوء مدیریت جمهوری اسلامی در مورد کرونا بر کسی پوشیده نیست، اما دو مکان هست که به طور خاص افرادی که در اونها نگهداری میشن به شدت تحت فشار و آسیب میتونن قرار بگیرن. یکی پادگان ها و در واقع سربازخونه هاست که مورد بحث ما در اینجا نیستش، متاسفانه بهش کم توجه میشه، و یکی زندان ها هستش که خب افراد صداشون به جایی نمیرسه، ممکنه که میزان خدمات بهداشتی و درمانی که در اختیارشون قرار میگیره به اندازه کافی نباشه. از اواخر اسفند ماه قوه قضاییه اعلام کرد که تعدادی از زندانی ها رو یا عفو میده بهشون، حالا یک عفوی هم به تعدادی از زندانی ها تعلق گرفت، و یا بهشون مرخصی میده. مجید آذرپی که در گزارش بهش اشاره شد جزو کسایی بود که در دوران نوروز بهش مرخصی داده شده بود و یا چند نفر دیگه از همین افراد. اما بلافاصله بعد از پایان تعطیلات نوروز این افراد با وجود سر و صدا و پروپاگاندایی که قوه قضاییه قبل از اون به خاطر این مرخصی ها ایجاد کرده بود به زندان برگشتن. اون هم در شرایطی که به لحاظ نگهداری و به لحاظ پروتکل‌های بهداشتی زندان شرایط مناسبی رو برای اونها نداره.
نکته دیگه به لحاظ حقوق بشری و هم به لحاظ قوانین قوه قضاییه، ماهی یک بار زندانی حق داشتن ملاقات حضوری رو داره که همیشه این مسئله با بحران مواجه بوده و همیشه زندانی‌ها و خانواده‌هاشون به شدت تلاش کردن برای اینکه یک ماهی یک بار حداقل ملاقات حضوری داشته باشن، به ویژه زندانیان سیاسی. در تمام این 6 ماه این ملاقات ازشون سلب شده و هیچ کدوم از زندانی‌ها، حداقل در زندان قرچک و زندان اوین رو که به طور مشخص به من گفته شده، امکان ملاقات حضوری نداشتن و نتونستن ملاقات حضوری داشته باشن. و دلیلش هم این بوده که ملاقات حضوری میتونه باعث بشه که زندانی‌ها مبتلا به کرونا باشن. اما شما می‌بینید که با وجود این فشار، که فشار روانی و روحی هم به زندانی‌ها وارد میشه به خاطر نبود ملاقات حضوری، همچنان آمار زندانی‌هایی که مبتلا به کرونا هستن در حال افزایش. متشکرم. مهدیه گلرو، فعال حقوق بشر. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته نامه دبیرخانه شورای همکاری خلیج فارس به شورای امنیت برای درخواست تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران نظر همه اعضای این شورا نیست. به گفته عباس موسوی، بعضی از کشورهای عضو که با این نامه مخالف هستند از آن خبر نداشتند و ممکن است علیه آن اعلام موضع کنند. بحرین، کویت، عمان، قطر، امارات و عربستان اعضای شورای همکاری خلیج فارس هستند. دیروز دبیر کل شورا گفت ادامه دخالت ایران در امور داخلی کشورهای همسایه تمدید تسلیحاتی ایران را ایجاب می‌کند. آمریکا برای تمدید این تحریم تلاش می‌کند. دامون گلریز، مدرس و پژوهشگر صلح بین‌الملل در دانشگاه لاهه از همین کشور با ما هستند. آقای گلریز، این گفته ایران، فکر می‌کنید که به غیر از قطر ممکنه کشور دیگه‌ای از اعضای شورا باشه که احتمال داشته باشه مخالف این بیانیه باشه؟ درود بر شما و بینندگان عزیز. من فکر نمی کنم اگر قرار بود که این نظر آقای موسوی هم درست باشه، تا الان حتما این کشورها موضع گرفتن. به جز اون، اگر شما از نگاه امنیت و در خاورمیانه و منافع نگاه بکنید، طبیعتا منافع این کشورها ایجاب میکنه که با هم همکاری بکنن، همراه با عربستان، همراه با امریکا، همراه با کشورهای اروپایی، تا اینه که بخوان رأی مثبت ایران رو داشته باشن با مخالفت با چنین بیانیه ای. ولی حالا اساسا فکر می‌کنید که این بیانیه چقدر میتونه مؤثر باشه؟ اگر ما شورای امنیت رو به عنوان مجموعه ای ببینیم که در اون تصمیمات سیاسی گرفته میشه در بالاترین سطح، در اصل میشه بگیم سیاست خارجی کشورها و در سطح بین الملل، طبیعتا این پیام سیاسی مهمی هست، از این جهت که جمهوری اسلامی به عنوان قبل از برجام، در اصل میشه بگیم تا قبل از اینکه امریکا از برجام بیاد بیرون، به عنوان یک کشوری بود که ضامن امنیت میتونست باشه، ولی الان تبدیل شده به مهمترین عامل ناامنی در دنیا و توسط حتی این کشورها که ما میبینیم با این بیانیه نشون میدن که از نظر سیاسی موافق برداشتن تحریم‌های تسلیحاتی نیستند. متشکرم. دامون گلریز. یک منبع معتبر به بی بی سی گفته از میان 400 زندانی جنجالی طالبان که قرار است دولت افغانستان آنها را آزاد کند، نزدیک به 40 نفرشان اتباع خارجی از جمله اهل پاکستان و ازبکستان هستند. پیش از این دولت گفته بود هیچ خارجی میان این زندانیان نیست. بی بی سی به فهرستی 153 نفری از این زندانیان دست پیدا کرده که نشان می‌دهد تنها 114 نفر آنها ساکنان قندهار بودند. فرید دانش، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان از لهستان با ماست. آقای دانش، فکر می‌کنید که چرا دولت تاکید داره که بگه همه اینها بومی هستند؟ سلام خدمت شما. من فکر میکنم که چند بار در لایه جرگه مشورتی که به خاطر رهایی 400 زندانی برگزار شد، گفته شد که در میان اینها خارجی ها نیستند. اما احتمالاً شهروندان پاکستان، کسانی که تذکره یا شناسنامه افغانستان و پاکستان را دارن، وجود داشته باشه. تا هنوز هیچ منبعی از دولت افغانستان نپذیرفته که خارجی ها در میان این زندانی ها وجود دارد. و الان با توجه به اینکه گزارش های منتشر شده که تایید میکنه که عده ای از این زندانی ها اتباع کشورهای دیگه هستند، فکر میکنید که دولت چه واکنشی نشون میده؟ من فکر میکنم در نهایتش به خاطر آغاز گفتگوهای میان افغان ها نیاز است که این زندانی ها رها میشدند، با این که از لحاظ قانونی مشکل داره. اما در نهایتش اگر تعدادی از شهروندان خارجی در میان اینها باشه، فکر میکنم چون طالب ها تاکید دارن بر آزادی 400 زندانی،
رای حل دیگی جز آزادی زندانی ها وجود نداره برای دولت افغانستان. و در کل چقدر خوشبینید به نتیجه مذاکرات؟ من شخصا به نتیجه مذاکرات صلح خوشبین نیستم، اما فکر میکنم 4 مورد است که میتونه کمک بکنه تا اینکه حداقل راضی باشه مردم افغانستان به آغاز گفتگوهای صلح. اول ای که جنگ افغانستان قیمت اصلیش مردم افغانستان میپردازن و این قیمت بر مردم افغانستان بسیار سخت است. وضعیت اقتصادی بد است، ادامه جنگ را افغانا تحملش ندارن. مورد دومی که از لحاظ مالی تمویل این جنگ در دراز مدت کار مشکل است و ای را نه مردم افغانستان و نه جامعه جهانی توانایی پرداختن یا تمویل مالی جنگ را دارند. بله. مورد سومی که من فکر میکنم که اگر گفتگوهای صلح به نتیجه برسه، من باور ندارم که صلح سرتاسری در افغانستان میآید. من فکر میکنم که خشونت ها کاهش پیدا میکنه و حداقل کاهش خشونت ها بر افغان ها یک دستاورد است و فکر میکنم این به منفعت مردم افغانستان است. متشکر از شما فرید دانش، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان. سپاسگزارم. چند خبر کوتاه. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در شبانه روز گذشته 56 مورد جدید ابتلا به کرونا را شناسایی کرده و 7 نفر از مبتلایان هم جانشان را از دست دادند. آمار ثبت شده مبتلایان در افغانستان کمتر از 40,000 نفر اعلام شده، اما ارزیابی وزارت صحت نشان می‌دهد که از مجموع 33 میلیون جمعیت این کشور بیش از 10 میلیون نفر تا به حال به کرونا مبتلا شدند و بیماری را پشت سر گذاشتند. وزارت کشور بلاروس گفته در پی اعتراضات دیشب به پیروزی الکساندر لوکاشنکو بیش از 3,000 نفر بازداشت شدند و 90 نفر مجروح. یک گروه حقوق بشری در این کشور هم گفته که 1 نفر در این اعتراضات کشته شده. مخالفان آقای لوکاشنکو گفتند در انتخابات تقلب شده و نتیجه انتخابات را به رسمیت نمی‌شناسند. آقای لوکاشنکو 26 سال است که رئیس جمهوری بلاروس است. جیمی لی، میلیاردر و روزنامه‌دار 71 ساله هنگ‌کنگی، به اتهام تبانی با خارجی‌ها بازداشت شد. گفته شده آقای لی بر اساس قانون تلاش برای جدایی طلبی و همکاری با بیگانه که در ماه ژوئن تصویب شد، دستگیر شده. روزنامه اپل دیلی متعلق به آقای لی موازه انتقادی نسبت به دولت چین و هنگ‌کنگ دارد. دو پسر جیمی لی که در روزنامه اپل دیلی کار می‌کردند هم بازداشت شدند. وزیر بهداشت آمریکا در سفر به تایوان عملکرد مقام‌های تایوان در مقابله با کرونا را تحسین کرد. الکس آزار بلندپایه‌ترین مقام آمریکایی است که در 40 سال گذشته از تایوان بازدید می‌کند. او موفقیت تایوان در کنترل شیوع بیماری کووید 19 را هدیه‌ای برای جامعه به گفته او باز، شفاف و دموکراتیک تایوان خوانده. سفر این مقام آمریکایی خشم مقام‌های چین را به دنبال داشته که تایوان را قلمرو خود می‌دانند. در فرانسه زدن ماسک در بسیاری از نقاط شهر پاریس اجباری شد. مشاوران دولت هشدار دادند که شیوع ویروس کرونا به ویژه در میان جوانان شدت گرفته. محدودیت‌های جدید به ویژه در مراکز توریستی پاریس برقرار شده. مقام‌های فرانسه می‌گویند سرعت ابتلا به کرونا در محدوده پاریس 2 برابر میانگین سرعت ابتلا در کل این کشور است. ماموران مرزی در انگلستان از ورود قایقی با حدود 20 مهاجر دیگر به آب‌های بریتانیا خبر دادند. بیش از 600 نفر در 5 روز اخیر سوار بر قایق‌های کوچک به بریتانیا رسیدند. کریس فیلپ، معاون وزیر کشور در امور مهاجرت بریتانیا، گفته که در دیدار با مقام‌های فرانسوی خواستار اعمال کنترل بیشتر در مرزهای فرانسه برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی به بریتانیا خواهد شد. وزارت کشور بریتانیا هم از نیروی دریایی خواسته که برای کنترل مرزها کمک کند.
ساکنان دو جزیره در مالدیو با راه انداختن کارزاری مانع تبدیل محل زندگیشان به تفریحگاه شدند. آنها نگران بودند که این طرح دولت زندگی را در این ناحیه مختل کند و علاوه بر آن به صخره‌های مرجانی و حیات طبیعی منطقه آسیب بزند. بی بی سی با یکی از اعضای کارزار موسوم به مالدیو را نجات دهید گفتگو کرده. اگه محل زندگیتون، کارتون، سلامتیتون در خطر، نباید سکوت کنید. قرار بود این دو جزیره هم به جمع تفریحگاه‌های ساحلی لوکس در مالدیو اضافه شوند، اما ساکنان محلی در نزدیکی اینجا کارزاری برای نجات این دو جزیره را انداختند. جمعیتمون جوونه و در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی فعالیم. خیلی‌ها صدای ما رو برای تغییر در مالدیو می‌شنوند. صخره‌های اینجا محبوبیت زیادی در بین جهانگردان علاقمند به غواصی دارد و جزیره‌ها منبع اصلی درآمد ساکنان هستند. زندگی خیلی از محلی‌ها به این جزایر وابسته است. نه فقط تفریح و وقت گذروندن با خانواده، بلکه کار و بار، پرورش نارگیل، تولید شراب و حصیر بافی. کارزار نجات این دو جزیره همزمان با بررسی آسیب‌ها به صخره‌های مرجانی شروع شد. این بررسی نشان می‌داد که ساخت و ساز بیشتر آسیب بیشتری در پی خواهد داشت و خسارتی چندین میلیونی برای ساکنان. آسیب خیلی زیادی می‌زند. در بعضی جاها سطح دریا تخریب شده. ساحل، صخره‌ها، گیاهان دریایی. ساکنان محلی برنده شدند و دولت منطقه راستومی دیوارو را ناحیه حفاظت شده دریایی اعلام کرد. اقدام خیلی مثبتی بود، اما خب تضمینی برای تکرار این مسئله وجود نداره. دولت عوض بشه، سیاست عوض میشه، پول تغییر کنه، کار و کاسبی و تصمیم ها هم عوض میشه. توصیه آدام به دیگر فعالان تغییر چیست؟ شما تنها نیستید، خیلی های دیگر هم هستند. نظر همه هم مهمه. به نظر مخالف هم گوش کنید. این کمک میکنه وضعیت رو بهتر بفهمید و اقداماتون هم مناسب باشه. اگر بی بی سی فارسی رو روی ماهواره تماشا می کنید، احتمالاً متوجه شدید که پخش برنامه های تلویزیون بی بی سی فارسی از ماهواره یاهصد از دیشب به دلیل نقص فنی قطع شده. بینندگان تا زمان رفع این نقص می تونند برنامه های ما رو از ماهواره های یوتلسات هاتبرد و یوتلسات دنبال کنند. این برنامه همچنین به طور زنده در کانال یوتیوب ما در دسترسه. برای دریافت جزئیات و فرکانس های ماهواره ما هم می تونید به وبسایت و حساب های بی بی سی فارسی در شبکه های اجتماعی مراجعه کنید. به پایان بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهیتون.